دید مجنون را یکی صحرانورد، در میان بادیه بنشسته فرد. کرده صفحه ریگ و انگشتان قلم، میزند با اشک خونین این رقم. گفت ای مجنون شیدا چیست این؟ می نویسی نامه بهر کیست این؟ گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. چون میسر نیست بر من کام او، عشق بازی می کنم با نام او. ما هم که داریم زور بی خود میزنیم، همه حواساتون بیرونه، حاضر قایم کردن هم اینجوری فایده نداره. بفرمایید. زود بگو کار دارم. ببین به بچه بگو فقط یه کوچولو تحمل کنه، بچه اینقدر شلوغش کرده. چی چی رو تحمل کنم؟ من کم تحمل کردم. ببین دکتر شریف اصلا بیاد همه چی درست میشه. حرفای نفوذی‌ها رو نزن. خب منم کاری نیستم، برو با فرید صحبت کن. فرید الان کجاست؟ من چه میدونم فرید کجاست، برو پیداش کن. جا بری حیات مون ریاست رو رها کن. خوبه دیگه. این تند نیست. تنده. اینو ببین، حداقل این یکی رو نبری. برای چی نبری؟ بذار حساب کار دستشون بیاد. آخه اون بدبخت که کاری نیست. نه اصلا کاری نیست، اتفاقا همه آتیشه گور همین مولم میشه. اون دکتر شریفی رفته سفر مطالعات فرنگی رو انداخته به جون بچه ها. بچه ها اینا رو دیده؟ آره بابا بیبری. سلام بچه ها، حمیدو ندیدی؟ چیه باز شوهرتو گم کردی؟ چه میدونم، سر کلاس استادم نیومد. همسر پروفسور شما حتما تو آزمایشگاهه. ما رو باش داریم پشت سر کی سینه میزنیم. نه بابا رفتم در اونجا، هم قفل بود. از سویا بیرون؟ نفهمیدم. دارید چی کار میکنید؟ اینا چیه؟ گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم. بله برو با اون شوهر پروفسوره دوگو بیاد جلوی صف وایسته. بابا زشت آبرومونو برد، کل دانشگاه رو ریختیم من به خاطر آقا. بعد رفتم اونجا کلاش گره تو کتاب. باش نگار جو، ما تا یه رو به دیگه تو حیاتیم، دیر نکنید. میبینم. لیلا خانم. بله. ببین راجبه اون چیزی که بهت گفتم فکر کردی؟ الان وقت این حرف هاست؟ سلام. استاد اگه امکانش هست چند میدونم چی میخوای بگی اما فایده نداره. اوکی دست رایت. اما خب شما بیاین با بچه ها صحبت کنید، صد درصد یه تاثیر کوچیک داره. من اگر میتونستم باید جابری رو راضی میکردم. ماجرا پیچیده شده، بچه ها هم حق دارن هم ندارن، اما قضیه لجبازیه. من اگه با مسئولین دانشگاه صحبت میکنم بهتره. دیمت بچه ها یه دقیقه ساکت. بچه ها اینطوری نتیجه کل تحقیقات ما از بین میره. ما برای ادامه کارهامون نیاز به امکانات داریم، با دست خالی هم نمیشه کار تحقیق کرد. همین الانش هم ما از مسابقات برق و الکترونیک توکیو جا موندیم. چرا؟ چون دکتر جابری دوست نداره. گوش کنید، اینطوری با این بس اینو باید بهتون بگم، تمام دانشکده و دانشگاه های دیگه همه پول میگیرن و بین کارهای تحقیقشون تقسیم میکنن، اما تو نوبت به ما میرسه باید داریم حقمون رو گدایی بکنیم. ما باید رتبه بیاریم، باید رتبه دانشگاهمون بره بالا. این جربه این چیزی جز سوء مدیریت دکتر جابری و دکتر خدایی نیست. همین امروز ما، من، رضا و تک تک دانشجویان این دانشکده حقمون رو پس میگیریم. آماده این؟ آماده این؟ آماده این؟ آماده این؟ Thank you.
آبروشون رو میبری یا کم نایری بسر پلاکارد رو بردی؟ آره بابا دادم لیلا چند تا بچه ها برن نصب کنن خیالم راحت باشه دیگه جمعیت چطوره؟ توپ وایسا کارت دارم بودو زود بیا رضا حواست به جمعیت باشه من خیالت راحت همه رو صدا کن حمید چه خبرت نگار؟ خوابی؟ آره دو شب اصلا نخوابیدم کارا چطور پیش میره؟ میبینی که خیلی خب پاشو بریم کجا؟ پرت یا مهندس همه به خاطر پروژه تو اعتراض کردن من بهانه هم شما همه تون دلتون خونه چرا منتش سر من میذاری؟ چیه نکنه ترسیدی؟ ترسون نیستم میدونم کاملا بی نتیجه است کلی بگیر و بند میشه آخرش هم هیچ اتفاق مثبتی نمیفته به این نمیگن ترس میگن واقع اندیشی اصلا میدونی چیه داریم بحث علکی میکنی به خاطر تو نیست به خاطر هممونه بابا حمید از وقتی دکتر شریف رفت که این یارو جابری اومده اوضاع بدجور ریخته به هم بچه هم فقط دارن سعی میکنن که به این وضع سر و سامون بدن همین نگار من حوصله این برنامه ها رو ندارم من به روش خودم پیش میرم چه برنامه همین؟ ما که نمیخوایم کار سیاسی کنیم. ما فقط میخوایم بدونیم چرا از طرحمون حمایت نمیشه. چه میدونم چرا به این پروژه لعنتی که با سرپرستش تویی بودجه نمیدن یا از تیم بسکتبال که کاپیتانش تویی حمایت نمیکنن همین. همه اینا معنیش بی‌لیاقتی دکتر جابریه که اونم زیر بار نمیره. باشه. پس من میرم. تو هم خیلی مراقب خودت باش. جنبه. باشه بابا یه سر میام بهتون میزنم. چه خبر؟ هیچی داری میبینی که؟ اینا چیه؟ بده؟ خوبه نه؟ لیلا اینا افتضاحه فرید تفنگچی میدونه؟ الان کجاست؟ نمیدونم الان که پیداش بشه اینا کار دستمون میده ها؟ مگه چیه؟ آدمی که هر کار دلش بخواد بکنه نتیجهش همین میشه دیگه آره دقیقاً پس شما هم هر کاری دلتون میخواد نکنید فرید اینو بچه ها ردیف کردن رجبه کسافت کاری های مالی همین سرپرست محترم دانشکده است خب مو به مو میخونی کم نیاری یا آبرون رو نبری من میرم دم دفتر رئیس خبر بیارم خیلی حواست جمع باشه فرید مراقب باش همه چیز شده مسخره بازی من نمیدونم اینا چی میخوام تق به توقی میخوره میرزم بیرون خب نظری تق به توقی بخوره شوخیت گرفته دکتر الان وقت خوبی برای شوخی نیست اتفاقا کاملا جدی میگم برید بیرون ببینید چی میگن حرفاشونو گوش بدید اگه درست میگن گوش کنید اگه عاقلانه نیست یه جوری با سیاست توجیهش کنید اگه به حرفاشون گوش بدیم که میشه براشون یه سنت مرتب تجمع میکنن به حرفاشون گوش بدید اتفاقی نمیافته. بس دیگه مسئول. ما وظایف و محدودیتای داریم. نمیتونیم عقلمون رو بدیم دست چند تا بچه بی تجربه. مگه نمیبینی چه مهملاتی میبافن؟ اختلاس. کدوم اختلاس دکتر؟ به خدا قسم که اگر یک ریال از بیت المال من خرج کرده باشم. مسکی متوجه نیستین دکتر. بیت المال رو در اختیار شما قرار میدن که خرج این بچه‌ها بکنی. نه اینکه برش گردونی به صندوق خزانه. دکتر حواست به من باشه. وقتی خزینه ها رو انجام ندی اون وقت میگن بالا کشیدی. اینا جوونن فکر میکنن همه چی برخلافشونه بیاین با هم دیگه بریم این سوء تفاهم از بین ببریم شخصی و خصوصی رئیس دانشگاه نیست این دانشکده قانون داره و تک تک شما دارای حق و حقوق هستید رئیس دانشگاه نباید پول دانشگاه رو به باد بده و هر وقت ازش طلب پول برای مسائل علمی و یا فوق برنامه میکنه این بهونه رو بیاره که هنوز پول نیومده در صورتی که همه ما میدونیم بودجه اومده و پول هست
ولی چرا میگن که پول نیست؟ جناب آقای دکتر جابری، تمام این دانشجویان این قضیه رو خوب میدونن که فرزند شما در آزمون ورودی دانشگاه‌های ایران اهم از سراسری و آزاد قبول نشدن و الان در کشورهای خارجی در دانشگاه‌های اروپایی مشغول به تحصیل هستند با بالاترین هزینه، با بالاترین کیفیت. اما این پول از کجا اومده؟ این هزینه هنگفت از کجا به دست این شازده میرسه؟ چرا دانشکده ما برخلاف دانشکده های فنی دیگه پول دانشجو به دست دانشجو نمیرسه؟ چرا ما روزی صد بار باید بری پشت دفتر دکتر خدایی و جابری؟ چرا؟ چون این آقایون دغدغه علمی ندارن، براشون مهم نیست که ما از مسابقات علمی جا بمونیم، چون خیالشون راحته که فرزندان خودشون رو الان فرستادن اون طرف و دیگه هیچ دغدغه ای ندارن. میشنوی سلیمانی؟ میشنوی یا نه؟ همش تهمت، دروغ. اینا باید دادگاهی بشن، دادگاهی بشن تا بفهمن هر مزخرفی رو پشت تریبون نگم. فقط دانشجوهای دانشکده ما از این مهملات میگن. اینا خصومت شخصی دارن دکتر، مسئلهشون درس و دانش نیست. مطمئن باش یه نفر اینا رو تحریک کرده که ریاست رو ببرن زیر سوال. خانم فرامرزی، به حراست بگو وارد عمل بشن و دانشجوها رو متفرق کنن. اعلام کنی هر کس بمونه به کمیته انضباطی احضار میشه. عجولانه تصمیم نگیرید دکتر. بذارید من به نمایندگی از طرف شما برم با بچه‌ها صحبت بکنم و قضیه رو فیصله بدم. ناسلامتی من معاونت دانشجوی این دانشکده. چی میگی دکتر؟ مسئله حیثیتیه، میفهمی یا نه؟ اگر یه نفر در مورد زندگی خصوصی خود شایعه درست کنه، اون وقت باید ببینیم به همین اندازه شکیبا هستی یا نه. بتاجی سلام آقای دکتر، سلامت باشین. بالا گفتن همه بیاین تو حیات، دیدن سنی از ما گذشته، فرستادنمون در اتاق آقای رئیس. آقای دکتر یکی نیست به اینا بگه بوده نبوده من پیره مرد، دیگه چه فرقی میکنه؟ اونم منی که قاچاقی زندم، قربونت برم. اتفاقا بودن شما برکته، هم برای ما هم برای همکاراتون. حیات شلوغه؟ محشره، قیامته. میدونی دکتر، همین اندازه میدونم هر چی شده توی یه ساله است که دکتر شریفی رفته. اگر نه این بندگان خدا دانشجوها رو میگن، همین دانشجوهای قدیمه، سرشون تو لاک خودشون بود، آسم میومدن آسم میرفتن. نمیدونم والا، شاید هم حق با آقای رئیس باشه. حق با هر کی باشه بهش میرسه. قربون دهنت، قربون آدم چیزفن. گل گفتی همو. میگم آقای سلیمانی، اگه اجازه بدید من برم بالا، یک کسی ناغافل به این آقای رئیس حمله نکنه. ببخشید ببخشید. استاد چه خبر؟ زیاده روی کردی. به بچه‌ها بگو هر چه زودتر این قضیه رو جمعش کنن. ولی استاد همه خواستای ما مشروعه. میدونم، ولی این راهش نیست. دکتر جابری با دکتر شریفی فرق میکنه. حالا برو هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. ما اهل سازش نیستیم. تازه وقتی شما که معاون دانشجویی دانشکده هستین کاری از دستتون برمیاد، من این وسط چیکارم؟ من که یه هفته است به خاطر مطالبات شماها استعفا دادم. استعفای منو که نپذیرفتن هیچ، خواستهای شما رو هم عملی نکردن. وقتی دو طرف دعوا حرف گوش نمیدن، کسی که میره وسط دعوا رو جدا کنه فقط کتک میخوره. ایرادی هم نداره، ولی بالاخره یه نفر باید حرف گوش بده. از هیچ تهدیدی نمی ترسیم.
تموم بشه. تمرینات تئاتر باید از سر گرفته بشه. خب جناب آقای دکتر جابری، امروز حقمون رو میگیریم. این کمکاری اصرار شماست. باید متفرق شم. همینطوری نمیشه. پس چیکار کنی؟ میخوای من برم باشون صحبت کنم؟ برو، ولی قولی نده. سعی کن منصرفشون کنی. باش. عزیزان من، خواهش میکنم، دانشجویان عزیز، خواهش میکنم چند لحظه، فقط چند لحظه به حرفای من گوش بدید. خواهش میکنم چند لحظه فقط به حرفای من گوش بدید. این صحبت های رئیس دانشکده است. ما حرفای شما رو شنیدیم، کمبودها رو میدونیم، سعی میکنیم در حد و توان بضاعت دانشکده این کمبودها رو رفع کنیم. باور کنید دکتر جابری در این چند ماه گذشته سعی کرده دانشکده از نظر تحقیقاتی و علمی پیشرفت کنه، اما عده‌ای سعی در برهم زدن نظم دانشکده رو دارن. خواهش میکنم چند لحظه، خواهش میکنم، اما عده‌ای سعی دارن نظم و آرامش دانشکده رو برهم بزنن. ما با اونا برخورد انضباطی میکنیم، اما از شما دانشجویان عزیز خواهش میکنم مواظب و هوشیار باشید، بازیچه دست بعضی ها قرار نگیرید و با رفتن به سر کلاس خودتون این توطئه رو خونسا کنید. خواهش میکنم بفرمایید سر کلاس. جابری خدایی استعفا، استعفا. جابری خدایی استعفا، استعفا، استعفا. جابری خدایی. استاد تو رو خدا یه کاری کنی. من باش صحبت کردم ولی هیچ فایده ای نداره. دکتر جابری عصبانیه. ببینم شما از کجا میدونید جابری بودجه دانشگاه رو خرج پسرش میکنه؟ هماهنگ نشده بود. نمیدونم فرید چرا همچین حرفی زد. همینه دیگه، این یه افتراهیه که باید ثابت بشه. دکتر جابری حسابی به هم ریخته. البته استاد بعیدم نیست که راست باشه. دخترم باید ثابت بشه. این همون افتراهیه که خواسته‌های برحقتون رو تحت تاثیر قرار میده. یهو شروع جوونی میگیرتتون. میشنوی یا نه آقای دکتر؟ هر چی دلشون میخواد میگن. بله میشنوم. توی هیچ دعوایی حلوا خیرات نمیکنن. پس اینا به دانشجوهای محبوبتونم بگی. سلام استاد. تجمعتون ظاهرا خیلی هم مسالمت آمیز نیست. من خودم مخالف این کارا بودم. ولی شما باید جلوشونو میگرفتی. با عزت. Jabberi, 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 Jabberi,
ماشین میگره. برو ماشین. آروم کمک کنی برندش کنی. رسیدی؟ حالا دیگه برو خونتون. هیچ جا نمیرم، نمیذارم هم کسی جایی بره. مگه ما چیکار کردیم که عاقبتمون شدی؟ تمومش کن فرید، بس دیگه. فقط تا فردا صبر کنیم، خدا کنه لیلا زنده بمونه، وگرنه انشالله زنده بمونه. حالا دیگه برید همه تو. بزن بغل حالم بده. خوبی؟ و اگه زنگ به ریحانه بزن ببین حالش چطور. الو سلام، حالش چطوره؟ خوب نیست، بردنش اتاق من. به خانوادش گفتی؟ نه. چرا؟ باید بدونه. شاهین بهم گفت فعلا چیزی به خانوادش نگیم. شاهین چطوره الان؟ داغون، خراب. آقای محمدپور با اتاق من. الو، چی شد؟ زود خودمونو برسونیم بیمارستان. چرا هنوز به خانوادش خبر ندادم؟ حتما شاهین صلاح ندونسته. شاهین چی کارشه؟ ظاهرم با هم نامزد بودن. تو میدونستی نگار؟ نه. سلام خانم، این دوست ما رو آوردن اینجا، خانم لیلا اصلانی. طبقه دوم آیسی جانه.
طبقه دوم. بریم. عزادارشون میکنم اگر بخوان خونه خدا بیاموز و پایمال بکنم. ای وای، باید به دکتر سلیمانی خبر بدیم. بهش خبر دادم رفته در خونه لیلا اینا خانوادش رو بیارم. یعنی الان تو راه هست بچه مامانش اینا کجاست؟ شما دخترها بهتره برید خونه. چرا؟ استاد اگه میشه بمونیم کمک کنیم. کاری از دست کسی بر نمیاد. این مادر وقتی شماها رو میبینه یاد دخترش میفته، داغ دلش تازه میشه. موقعیت خیلی بدیه. باید تنهاشون بذاریم. به دکتر جابری و دکتر خدایی خبر دادم تو راه هم. نمیخوام دیگه بچه ها بیشتر از این شلوغش کنن. برید لطفا. چشم استاد. پسرها کجا؟ رفتن تو. اگه به حرفای من گوش کرده بودین شاید الان لیلا خونه شد. محض رضای خدا شما چرا متوجه نیستین؟ چرا حرف گوش نمیدین؟ فردا هر کاری دلتون بخواد بکنید، اما فقط با احتیاط، با آرامش. همش تقصیر شاهینه. راست میگی آقا، تقصیر همیشه مال منه. دانشگاه شلوغ شد، تقصیر من بود. لیلا مرد، تقصیر من بود. من که میگم همیشه تقصیر مال ماست، حالا میگم مال منه. خیلی خوب باش، در این مورد بعدن حرف میزن. من الان میدونم شما اصلا حالتون خوب نیست. قول بدید با من همکاری کنید. حالا دیگه برین خونه هاتون. برین تا کار خرابتر نشده. بیا بریم تو ماشین، یه طوری میشینیم جا بشی. من میمونم. آره تو بمون. سلام. سلام علیکم. ببخشید، شما ظاهرا از آشنایان مقتول هستید، درسته؟ بله، من استاد دانشگاه هستم. شما؟ بعدم با هم آشنا میشیم. میتونم چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟ بله، خواهش میکنم. بفرمایید. من سر از کار استاد در نمیارم. چرا باید ما رو متهم بکنه؟ وقتی کسی حساب درستی نداره نباید توقع داره. از ما که بدتر نیست، هست؟ نه، ولی حرفی که زد منطقی بود. جا بریم اومد اونجا حتما دعوامون میشد. واقعا که نگاه، حرف تو دهنت نمیمونه؟ مسبب اصلی تمام این ماجرا جابری. الان اون مونده بیمارستان، ما بلند شدیم اومدیم خونه. من که میگم بلند شیم بریم بیمارستان. نه نمیخواد. وضعو از این بدتر نکن. دکتر جابری هم حتما ما رو مقصر میدونه. بی خود کرده. بلند شید همین الان بریم بیمارستان. وایسا سر جات، انقدر بچه بازی در نیار فرید. همین الان همه ما ها محکومی. تو هم اگه فکر خودت نیستی فکر بابات باش. اون به اندازه کافی خودش گرفتاری داره. اما اگه میخوای بری پیشش، بسم الله. ببین حمید، حرف تو درست، ما قبول کردیم خب؟ ولی من تو یه چیز موندم. چرا دکتر سلیمانی پسر محمدعلی اونجا نگرداشا؟ مگه اون کیه؟ یه دانشجوی آفریقایی که اومده اینجا مسلمون شده، اصلا معلوم نیست کی هست چی هست.
خب چرا اون موند؟ چون اون کمتر از ما احساساتی میشه. نه آقا جون من، جرای اینه که اجنبی پرستی تو مرام ما ایرانی هست. بس اینقدر چرت نگی فرید. محمد علی دلش مثل آینه است و همه چیز پشت کرده اومده ایران. بس کنید دیگه، لیلا مرده اون وقت شما دلیم میپنیم به هم؟ ماشین جا نداشت، دکترم دید محمد علی از همه ما آرومتره، گفت بمونه. تمومش کنید. فاجعه است. با این اوصاف پای اطلاعات آگاهی باز میشه دانشگاه برای تحقیق. فردا باید بگیم بیان، حتما شلوغ میشه. حالا ان شاءالله شلوغ نمیشه. ولی از من میشنوید شما فردا نیاین دانشگاه. واسه چی؟ واخه فکر میکنم من قاتلمو فرار کردم. اگه اوضاع از این بدتر بشه تو که جوابگو نیستی مسعود. من نمیدونم دیگه چی باید بگم. هر کاری دوست داری بکن. بعد فکری هم نیست. بذار ببینیم فردا چیکار میکنم. همین امروز از وزارت علوم چند بار بهم زنگ زدن. من مسئولم دکتر، چرا نمیفهمی؟ موقعیتمون در خطره. شما رئیس دانشگاهی، هر جور صلاح میدونی همون کارو انجام بده. جسارتن دخترم، پدرت کارش چیه؟ راننده اتوبوسه، صبح میاد تهران. میخوای من بهش خبر بدم؟ نه، خودمون میگیم، عموم هست. شما هم دانشجویی؟ تازه درسم تموم شده، تو دفتر روزنامه کار میکنم. مراقب مادرت باش. سعی خودمو میکنم. اصلا باورم نمیشه. صبح که میخواست بره گفت سیما میخوام بهت یه خبر داغ بدم. انقدر داغ که جگرم سوخت. استاد، جگرم سوخت یعنی چی؟ خدا بهتون صبر بده. با اجازه که بری برات میگم. دوست دارم زودتر قاتل لیلا پیدا شه. چه فایده؟ لیلا که دیگه زنده نمیشه. دلمون که خنک میشه. ماما این چه حرفیه میزنی؟ تو اگه جای خانواده‌شون بودی چی کار میکردی؟ من اگه جای لیلا بودم شما چی کار؟ زبون تو گاز بگیر. خدا بهشون صبر بده. همین. خدا فردا رو به خیر بگذرونه. واسه چی؟ فردا توی راه رو جمع میشیم، نمیذاریم جون بخورن. درهای ورودی رو هم میبندیم. این کارا فایده نداره. حمید، تو مثل اینکه متوجه نیستی. دوستمون مرد. لیلا مرد. متوجه. اما دوست ندارم دوباره عکس کسی رو قاب کنم. من با تجمع توی راه رو مخالفم. اون دفعه مخالف بودی. واسه همین دیر اومدی. اون وقت رفتی پسر شاهین و بقیه بچه‌ها حرف زدی. باید ببینیم سلیمانی چی میگه. من قرار نبود اجازه بدن مراسم بگیریم. ناسلامتی سلیمانی معاون آموزشی دانشگاهه. اگر به اون باشه که میگه هیچ کاری نکنید. اگه اینجوری بگه معلومه با ما نیست. ساده، فکر میکنی جابری اجازه میده؟ بس بی خودی حرف نزن. مثل خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیشم. تو فانوس منی امشب، بری تاریکتر میشم. کجای آسمون صافه؟ نه این آغاز بی فرجا، نموندن های بی حاصل، نرفتن های بی محتاج
رفتم به حالی که تو میدونی من با هر جوری دلگیرم نرو بیچت رو بارونی آخر قصه تو دنیای خیالم باش عزیز روز و شب با من پناه ماه و سالم باش من و تو مثل هم عاشق